بسم الله الرحمن الرحیم. روزی روزگاری در سال 2016 میلادی، هیتوشی ماتسوموتو، هنرمند ژاپنی، روی کاناپه خونش نشسته بود و داشت برنامه معروف بیگ برادر، یعنی برادر بزرگ، تماشا میکرد که ناگهان ایده یه برنامه کمدی جدید به ذهنش خطور کرد. اسمش هم گذاشت داکیومنتال. هیتوشی برنامه‌شو تو ژاپن ساخت و اتفاقا خیلی هم موفق بود. مدتی بعد استرالیا و آلمان و ایتالیا و فرانسه و چند تا کشور دیگه ایده هیتوشی رو ساختن و اسمش هم گذاشتن آخرین نفری که میخنده. ایرانی هم که در طول تاریخ همیشه مردم پیشروی بودن، خیلی زود با این برنامه آشنا شدن. بعد با خودشون گفتن ما چمون از اونا کمتره؟ تازه آدم های بامزه تری هم هستیم. اینطوری شد که تصمیم گرفتیم ما هم نسخه خودمون رو بسازیم. اسمش هم گذاشتیم جوکر، یا همون لطیفه گوی خودمون. جوکر، یک مهمانی خاص. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز. به مهمانی دوم من در برنامه جوکر خوش آمدید. اول از همه بسیار بسیار تشکر میکنم، بسیار بسیار سپاسگزارم از این همه توجه. من فکر میکردم که این برنامه بسیار مورد استقبال قرار بگیره، ولی نه تا این حد. بی نظیر بود، خیلی ممنونم. مسئله بعدی این که توی این برنامه مهمونای من سعی میکنن که نخندن، و اگر این نخندیدنشون باعث خندیدن شما میشه، ما یه کاری میکنیم که تا آخر نخندن و همه چیز در خدمت شماست تا کیف برنامه رو ببریم و لذت. مسئله بعدی، توی مهمونی دوم من 8 مهمون دعوت کردم که بسیار بسیار تو کار خودشون حرفه‌ای هستن و درجه یکن و چهره های آشنایی هستن و در کمدی نظیر ندارن و داریم تهیه و تدارک می‌بینیم که یک رقابت بسیار بسیار جذاب برای شما داشته باشن. بریم ببینیم این مهمونای من، این 8 نفر توی این 6 ساعت چی کار میکنن. 6 ساعت. و اما در مهمونی دوم من هم شرکت محترم صنایع الکتریکی ناسیونال، تولید کننده لوازم خانگی تولیپس، باز هم حامی ماست و ما رو حمایت میکنه. بریم ببینیم مهمونا کی هستن. چه مهمونایی این دفعه دعوت کردم، کیف میکنی. با نمک، با حال. So what happened? We found it. Check it out. You know what they were? I don't know. I think. بله، جناب آقای هومن برق‌نورد. به به، چند باله. به نظر شما هومن شانس داره یا نه؟ من به عنوان
نفر اول وارد اتاق شدم، دکور خیلی قشنگ و رنگ‌آمیزی خیلی خوبی داشت. یه واسیم ببینیم کی میان، کیا میان. آقا سلام، چاکری وا خیلی مکرم. حالا چطور صدا تو نقطه ضعف ندیدمت چکرت. من مطمئنم عباس میتونه با شوخیاش یکی زخم کاری بزنه. چه خبر؟ سلامتی. نرو باید بخوریم؟ بله. یعنی آزادی؟ بله. من با آقای برنامه یکی دوتا کار کردم و واقعا نقطه ضعف دارم اصلا جلویشون، چون که هومن یه بمنچه خاصی توی صورتش هست و کلن حرف میزنه این بمنچه خیلی بیشتر میشه. به خاطر همین من از اون اول که هومن رو دیدم گفتم خب تموم شد دیگه. یک مشکلی که من با عباس دارم میدونین چیه؟ اینه که صورتش همینجوری، یعنی ستینگ صورتش رو خنده است و تشخیص اینکه کجا داره میخنده و کجا خودشه خیلی فکر میکنم هم برای من هم برای دوستانم سخت باشه. امیدوارم که از عباس قدرتر دیگه نباشه، چون یه خود کارم سخت میشه، ولی عباس خیلی بانمکه، دوستش دارم. سلام علیکم. حال شما چطوره؟ عباس واقعا چطوری؟ خوش تو نبودی. خیلی مخلصم. قد سال من تو رو ندیدم. چطوری؟ عباس خدا خفت کنه به من نگونه شد. یا خدا، گفتم اگه شروعش اینه که اصلا ویل کوبز برگردم. برو چمیدونی تو بذار تو اون اتاق. خب این چی؟ کیفت هم باید بذاری همین جاها. دیگه کیف پوله دیگه. بذارم اینجا جاش امن باشه. شاید بر دارم ها. به به. از خودتو پذیرایی کنی. بفهمی. حالا ملت مهمونی میدن که دوره هم باشیم، بگیم، بخندیم. حالمون خوب بشه. این مهمونی داده نخند. منو میگه. داره منو میگه. سلام علیکم. سلام علیکم. چطوری؟ قربونت برم. حالا چطوره؟ حالا نه اون رفیق ویژه‌ش بزنه سوری. عزیزم خیلی بیشتر میبره. قربونت برم. من فکر می‌کنم ما کنار همین درسیم که فقط کارا رو می‌کنیم. تو رو نزدیکتر از همه دیدم. ولی دلم خیلی برات تنگ شد. قربونت برم. مخلصم. سلام. جوکر. وای. من همش عادت دارم اینجا میگم چکرم. چکریم. اینو چیکارش کنم؟ چرا؟ این یه ترفنده ها. نه به خدا، نه. این انتخاب کرده که اگه خندی دارم فعلا یقه هم دیگه رو میگیرم. نه عزیزم. به 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 به. سلام علیکم.
خدا بد نده. بیام کامش اینجوری. نه دست درد نکنه. بیام. چطوری؟ فکرم با اون دستش گرفت. اونو بده من. چکرم چطوری؟ بغل نمیتونم بکنم دیگه. چطوری؟ چی شده؟ خوبی؟ دیگه؟ من همش یه چیزی میشه دیگه. میخوایی من برات بیارم نه. بذارم اینجا. نه نه. سپند اومد با دست گشت گرفته. قاتل بسته شده. هیچی گفتم آتم. سپند میدونی از کدوم هاست؟ از اونایی که پدر مادرها سپندو میزدن تو سر بچه‌هاشون میگفتن ببین چه مؤدبه چه آغاز درجه یکه. آره به روزترین سریال ها و فیلم های سینمایی ایران با تلویکا تلویکا.com نباید می اومدم ولی نه؟ ولی دیدی جایزه؟ چی شد؟ نه جایزه؟ چیزش بیشتره؟ هیجانش بیشتره؟ نه چی دستت چی شد؟ خوردم زمین. گردنت معمولا اینو میگن. از پله. از پله. این گردنبند و دستبندو که حالا ماجراشو براتون تعریف میکنم تو برنامه ولی خیلی چیز نگران کننده ای نیست. اول از همه وای برنده اومد نخندترین انسان جهان چطوری؟ خوش اومدی حالت چطوره؟ مثلا وقتی اومد تو گفتم تموم کارم تمومه دوره آرش دیگه نمیتونم دووم بیارم کار بازیگریو با هم شروع کردیم من آرش نه یه قشنگ نمک خالصه سعید یاش نداره کاری بکنه کافی همینجوری نگاه کنه آرش جایی خالیه سلام علیکم چه خبره؟ شهرام از الان میخواد نخنده نه به خدا حالا نگاه که چه اتفاقی میفته شهرام یه اخمه به سزایی داره که اصلا نخنده تازه اخمه باز میشه یه خشم به سزایی آره کجا خشم داره آرش جان همین الان کجا خشم سفارشی دیدی کجا خشم منو دیدی کجا خشم منو فقط این توش نمیشه من که میخندم اصلا آدم خوشخنده ایم یکی از دردامم اینه که شاید ایسی تعریف میکنم اول خودم میخندم تنها چیزی که فکر میکنم اوجب باختم بشه همینه اصلا بس بخندیم آقا چه داره سلام علیکم آقا من برگرد نه چیزی خاصی نبود اصلا راضی نیست چیزی بشکن چطوری؟ شد نشکن ای چطوری؟ الان بیچارم خیلی مخلطم آقا هنجیم ادای تو با آقا خدا من نده چاکریم خوبی قربونه خدا نه یه رفت ریخت دیگه وحید آقاپور وقتی اومد اذیت شدم واقعا چون وحید حدودا 20 ساله که میشناسمش از دورانی که تئاتر کار میکردیم و کاملا به نقطه ضعفای من واقفه جناب آقای آقاپور رو بنده خیلی به کارشون علاقه دارم بسیار زیاد یک آیتم های اجرا میکنن که کار ممیزی در واقع انجام میدم و درجه یک اجرا میکنن جایی هم تو رو دید دست و پاش رو لرزید ناکریم قربون شما آرش عزیزه دارم دست و پاش لرزید نه آقا اصلا ترس نقشه بشه من یه آدم معمولی این خود رو دید Thank you.
واقعا. آقا سلام علیکم. آقا سلام. برای برد اومد. یه حالا ماجرا داره. اوه اصله هست. آره. سلام. ولی واقعا من فکر نمی‌کنم اینقدر چشم ضعیف باشه. چشم ضعیف نی. چیه بریم؟ اینو باشم بهتر ببینم ات با کشی. میشه برش داری مثلا چون آره. که به نظر آره. میاد اینو گذاشتی بدتر ما رو ببینی. نه چشت باشه. اون تو چشت باشه جان من کفشتو نشون بده کفشتو بیار برام چرا خیلی قشنگه نه خوشگله با اون تو چشت باشه گولمون میزنه داداش اونو بذار اینجا آویزونش کن به یقت ایمان صفا نخند ترین آدمه بخندون میدونی دو تا هواپیما وقتی بچه دار نمیشن چیکار میکنن یه هواپیما به فروندی قبول میکنه خب دیگه جمعشون جمع شده و حالا دارن برای هم جوک تعریف میکنن فکر میکنم که وقتشه با قوانین مهمونی آشنا بشن یه ذرتی داشته یه اتفاقی افتاد سلام مهمونای عزیز به جوکر خوش اومدی با شروع این مهمونی 6 ساعت کسالتبار رو کنار هم میگذرونید خب جالس. اگر به بالای در ورود توجه کنی مدت زمانی که از مهمونی گذشته رو متوجه میشید هنوز نگذاشت همه پشت سرتون نگاه کنی یه اتاق اون گوش هست آروم گوش کنی اسمش اونجاست یادتون باشه میخواید برید اونجا باید حتما اجازه بدید اونجا یادم دروغ بود حواستون باشه اینجا یه مهمونی عادی نیست چون یه قانون خاص داره اونم اینه که باید با تمام نمک داشته و نداشتتون و با همه زورتون تلاش کنی که بقیه رو بخندونین اما خودتون نباید بخندین خانم صامتی داشت حرف میزد هممون داشتیم تنقلات میخوردیم خانم صامتی داره حرف میزنه به هر حال پیشکسوتمونه بزرگترمونه به هر حال حالا از همه مهمتر یک خانوم دارن صحبت میکنن چرا داری پسته آجیل میخوری؟ یه ذره توجه کن اصلا شاید یه چیزی بگی که به دردت بخوره متاسفم براتون به محض اینکه این صدا رو شنیدید مهمونی شروع شده و یعنی حالا ببینیم کی میخنده در صورتی که نتونید نخندید گرفتین چی شد؟ یعنی اگه بخندید برای بار اول آژیر قرمز به صدا در میاد جدیه ها استرسی داره خیلی دیگه جدیش کردم این یعنی خندیدی اگر آژیر قرمز دومین بار برای یه نفر به صدا در بیاد یعنی دیگه خندیدی و باید از مهمونی تشریفتو ببری بیرون نگران نباشی میدونم همینجوری خشک و خالی هم که نمیشه هر کدومتون یه فرصت 5 دقیقه‌ای به اسم جوکر تایم دارین که الان ماجراشو بهتون میگم اول باید ساز مخصوص کنار اونجا رو به صدا در بیارین اون وقته که میتونین خودتون رو به خاک و خون بکشین و هر چی دلتون خواست بخندید بقیه حواستشون باشه تو اون زمان همه تون باید کاملا به اون یه نفر توجه کنی مطمئنم کیفایی که دستتونه رو حسابی زیر رو کردید من میدونم شما میدونید توی هر کدوم این کیفا 12,500,000 تومن پوله اینا همین الانم هم جایزه شماست ولی ممکنه فقط همین الان باشه یعنی
بعد از این که بخندین و از مهمونی خارج بشین، این کیف بین نفرات باقی مونده تقسیم میشه. اینقدر این ماجرا ادامه پیدا میکنه که همه کیفا میرسه به یه نفر. اون یه نفر کیه؟ برنده. کسی که نخندیده. نخیه ایشون. موفق باشی. نه. خدا به دارتون برسه. آره واقعا. خدا به دارتون برسه. میزبان شما نامی که میشناسید ولی به او اطمینان ندارید. سیامک انصاری. خیلی خوشحالیم. بریم اینجا بشینیم. کجا؟ بریم. بفرمایید. چرا گفت ما اعتماد نداریم به تو؟ حالا بعداً متوجه میشید. بله. بریم ببینیم چی میشه. خدا به داد برسه. خب بچه‌ها به مهمونی من خیلی خوش آمدید و من در خدمتتونم. اگر سوالی هست بفرمایید که بریم شروع کنیم. چی خنده حساب میشه؟ اون رو من تشخیص میدم. مثلا عباس و همینجوری انگار داره میخنده ولی نمیخنده که ما میدونیم نمیخنده. خب منم میدونم نمیخنده ولی وقتی بخنده مشخص میشه. ببین از این لبخند اینجوری تا قهقه رو ما خنده به حساب میاریم. به موقع زنگو میزنیم و اختار رو میدیم. یعنی که آقا شما الان اون بالا وایسادین فقط بیاین کارت بدین به ما و اختار بدین دیگه. کدوم بالا؟ یعنی اون جایی که الان هستین. جای شما بالاست. بالا سر ما. نه خواهش می‌کنم. یعنی شما اتاقی که مثلا احتمالاً شما بله. این بله. کارا رو نگه می‌دارم. یعنی بله. که فقط کارتون اینه که بیاین اختار به ما. حال ما رو. نه. من به در واقع منفعل بودنم کارت میدم. اگر کشتیه؟ بله دقیقاً. دقیقاً این کشتیه. اگر شما مشارکت نکنید در خندوندن، خب؟ اگر مشارکت نکنید کارت میگیرید. بله. بله. پس نمیشه رفت. یعنی نمیشه. دقیقاً. دقیقاً. آقا این در مورد استیج اگه میشه یه اون استیج برای مواقعیه که شما میخواییم برنامه در واقع جوکر تایمتون رو اجرا کنید. درسته؟ اون سنج رو میبینید اونجا؟ بله، گل قرمز. یه دونه میزنید رو اون، خب؟ و قبلش از من وقت جوکر تایم میگیرین. روی اون سنج شما برنامه جوکر تایمتون رو اجرا میکنید. در زمانی که شما جوکر تایم اجرا میکنید، همه موظفن بیان اونجا روبروی شما بشینن و فقط شما رو نگاه کنن بدون اینکه سخنی بگن، حرفی بزنن. اول شما بگیم بعد بزنیم اون رو؟ بله، بله، بله. و تو اون اتاق هم اگر خواستیم بریم، بازم باید در واقع از من اجازه بگیرید. یعنی ممکنه ما بگیم می‌خوام جوکر تایم بریم، شما بگی الان وقتش نیست. نه بله دقیقاً ممکنه. بله اونا چیه دستتون؟ اینا کارت زرد، خنده اول، کارت قرمز، خنده دوم. کارت گنده خیلی گنده که. بله یه چند دقیقه مشورت کنیم. من میرم رنگ سبز رو که دیدید شروع میشه. نمیشه من نخودی باشم؟ نه تو من خیلی با خودی هستی. همینجوری داره میخنده الان. آره دیگه بی خودی. ما جلوی آرش هممون نخودیم به نظرم. اینم خنده نیم. فکو باید ببندی واقعا. فکو میبندم. میبندم با فکو باید ببندی. متشکرم. آقا من با یه همبازی بودم یه اصلا میمیکشه این نیست یه امروزی های. بابا چه داری الان که حرف میزنی؟ بچه ها. آقا چاکری. آقا دمتون گرم. به نظرم باید تو این مورد به سیامک اعتماد کنیم با وجودی که بهش اطمینان نداریم. بله. بله. وقتی اطمینان نداریم. نه. تقلب چی؟ نه تقلب من الان بهتون راهکار میدم. الان خب آقا رفت تموم شد و رفت. من از الان بهتون بگم من تمام راه های نخندیدن دارم. میخوای از من بپرسی؟ بچه به نظرتون باید به سیامک زنگ بزنیم کتاباشو نگاه کنیم؟ من دارم حرف میزنم. خب گوش میدم. خب کتاباشو گوش کنیم. دارم من برات توضیح میدم. اگه دوست داری مثلا گوش ندی گوش ندی رو بگو. یکی از راه ها رو بگو آقای عباس جان. یکی از راه ها رو بگو. یکی از راه ها اینه که شما لبتو گاز بگیر عزیزم. لبتو یه جوری گاز بگیر که درد بگیره. خب چرا لبشو لپاشو از تو گاز بگیر؟ نه لبو.
بابا چه خبره مگه؟ اصلا واقعا اینقدر ارزش نداره که تو 6 ساعت می‌خوای مثلا من 5 6 ساعت می‌خوام چه گاز ارزش نداره؟ من الان میشه خندید. غلط کردم گاز نگیری. لب جو. آره گاز نگیری. الان میشه میری حل دومت چی؟ آقا من میگم دل سیر الان بخندید. اینو که همه دارن. حالا خندم نمیاد اون همون موقعی که نباید بیاد. بخون نمیخندید. چقدر تحقیق کردی؟ اما سینا رو درآوردی. من توی سایت روانشناسی رفتم. سایت روانشناسی برای آره. همه روانشناسا میگم بخندین. تو رفتی توی سایت اون از این روانشناسای چیز بوده. عباس الان بدون خنده نگاه کن منو. الان یکی از معضلات من صورت عباس جمشیدیه. من از کجا متوجه بشم این داره میخنده یا حالت عادیشه؟ آره یه سینی بذار تو گوش خودت یا اینکه مثلا نهره بکش نهره رو کارت میده نهرتم کارتم نده بقل گوش من نهره بکشم میذارم مسابقه اومدی برای ضرب و جرح اومدی داداش من اینا رفتم پرسجو کردم وای چه راههایی دارن میگن عالیه یه گلوبول سفید وارد جریان خون میشه میره دوستاشو ببینه میره میبینه هیچ گلوبول سفید نیست همه گلوبول قرمزه باز میره بالاتر همه گلوبول قرمز بالا میرسه به قلب میبینه یه دونه هم گلوبول سفید نیست همه قرمز آخر شاکی میشه میگه آقا چه خبره ما هم تو شریان بذاری نه واقعا خوب خنده‌دار نبود نه نه زیاد خنده‌دار نبود من خندم نگیرم نه من الان متوجه دوزار مرام داشته باشی نه خب واقعا خنده‌دار نبود خودم گفتم جوکر میگم الان دو نفر میخندن هیچ اتفاقی نیفتاد اینم از شانس مایه دادا آره خوش خوش من اینجوری که فکر کنم داریم پیش میریم من فکر کنم اینجا تا تقریبا 6 روز دیگه اینجاییم چون که خیلی دارین چرت و پرت میگین اصلا خیلی بی‌مزه من نمی‌فهمم این دلیلی که داری میگین چیه نه 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 واقعا جدی میگم بالا. نه واقعا به خدا بگو بخندید باشه من اصلا راهم نخندیدن نمیتونم براتون توضیح بدم بگو اصلا چیزی نیستش برای خندیدن توضیح بده نه واقعا یک کاری بکنید بخند پاشو بره حل نداره نخندیدن خندت میگیره میخندی دیگه آقا خندم من خندم بگیره من خندم بگیره نه باید بخندیم عباس واقعا بازی مرگ و زندگی نه آخه ببین بخندیم یک دو سه نه فایده نداره عباس تو نمیخوان نخندیم میخوایم بخندیم نه عباس تو اوه زنگ سبز و زرد همین که قراره که نخندی میخندی بله شروع شد الان از اون چیزا برای خود استفاده من غلط بخونم حواس بخن شهرام باشه شهرام باشه من میخوام کتمو بذارم بذار کتتو بذار عباس رو من فکر میکردم با مزه باشه ولی نه اینقدر بذارین من دوباره بهتون بگم خواهش میکنم خیلی دور چیز نخندیدن فراون همه چی هستون بگم میخوام یه راه دیگه شم بهتون بگم خودتون یه دفعه صفر کنید چی؟ آفل یه بار دیگه بگو بعد ممکنه باعث اتفاقات دیگه ای ممکنه بشه نه 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 صفر کنید صفر کنی نمیخندی دیگه منقبض میشی دیگه آخه اصلا یه الان صفر کنید با خنددار بیفته و تو بگی الان شبیه عباس صفر کن صفر کن؟ این که صفر کن این صفر این الان صفر آقا الان غلط کردن اصلا الان شما تو مگه صفر کنه دست هم نمیخوام اصلا در این بار اصلا شما نمیخوام من صفر کنه منو برداشت کجا بود خب خودت میگی خودت این شکلی خب نگو عباس بی شروع کن دیگه عباس بی یادمون بده راههای نخندیدن آقا چرا من باید بگم چرا من باید فقط باید آقا تو هم 5 دقیقه بار میای یه چیزی میگی بعد میگی چون میری آقا بس من میخوام نمیخوام تو خیلی با اعتماد به نفس پاشودی توضیح دادی من سخنرانای انگیزشیه همین دیدی ناراحت نشدی که بگو عباس چون بگو نمیدونم با این چیزی که عباس همش داره اینطوری جلوی صورتشو اینطوری میگیره من بعید میدونم که مقاومتش خیلی زیاد باشه این مقاومت میشکنه دادا اینا واقعی هن؟ اینا یکی به من بگه این اینا واقعی هن؟ بله بله من هرچی گلدون بلدون دارم دادا کاکتوسر دیدی؟ کاکتوسر کیه؟ چیه؟ کاکتوسر چیه؟ عزیزم کاکتوس چی؟ حرف بزن خب این کاکتوس الان به نظر من ایراد داره چرا؟ یعنی چی؟ به نظر من این کاکتوس باید روش پوشونده بشه ببخشید بچه جناب آقای جمشیدی جان
شما دندونتون آبسه کرده؟ من یه ذره فکر میکنم بله. درد میکنه. بسیار. درد میکنه. عباس هم میمی که شوز شده هم دندون درد گرفته. دندونم درد میکنه. عباس درد میکنه. آقا بفهم. بفهم. درد میکنه. ولکن بذار به آن درد تا این کاکتوس صحبت کنه تمومش کنه بره دیگه. آقای علی خانی از شما بعیده واقعا. شما که بومی سازی داری میکنی این برنامه‌هایی که الگوی خارجی دارن همین برنامه جوکر عزوام لطیفه گو بله به این خوبی ساختین الان مخاطب داره موفق خب این گافه دیگه شما میری یه کاکتوس وارداتی میاری که اصلا مال ما نیست بابتش ارز رفته هزینه بیمورد شده میاری میذاری تو برنامه طبعا من کوتاه نمیام بچه‌ها یه چیزی بگم دستمو به یه خاطری بسته بودم که الان یادم نمیاد می‌خواستم باهاش چیکار کنم یعنی همه این نقشه‌ای که از اول برنامه داشتم تا الان الکی بود؟ آره الکی بود و می‌خواستم باهاش یه کاری بکنم که یادم نیست چی بود جدی داری میگی؟ باور... تو مطمئنی دستت ضربه خورده بود جای دیگه ضربه نخورده بود که الان یادت رفته؟ نه اون که نه اصلا باور... ضربه نخورده همه دادیم خیلی تجربه ناموفقی این ماجرای آتل و اینا شد اتفاق جذابی بود ولی اصلا نگرفت یعنی به نظرم اصلا در نیومد بچه‌ها بهنام آره. جدی شد وقتی صداش اینجوری میشد خیلی جدی تر میشه نه ولی واقعا میگم بعد نکن آقا یک، دو، سه، یک. من بعد ورزش کنم. قندم بالاست، چربیم بالاست. من همین الان هم که بهش فکر میکنم خندم میگیر. آخه چه کاریه او من چون؟ ببین یک، دو، سه، یک، دو، سه، یک، دو، سه، یک، دو، سه، یک، دو، سه. نمیخوایم بیایم با من همین. چرا من دارم میام اینجا باید به چایی مدرم؟ یک، دو، سه. بس کافیه؟ همین؟ بله بله بعد یه چند دقیقه بار تکرار میشه دیگه آقا من اومدم کمک کنم من خواستم کمک کنم دیگه من ورزشمو کردم عزیزم حالا تو یه جوری دیگه کمک کنم من در همین حد بیا با حالا قراره نیست حتما بخندی ساز بزن حال کنی آقا این کمبک تراز شما هست؟ بله 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 اصلا جز سازهای بومیه این مورد تایید اون جمع دستت باشه دست دست جمشید جمشیدی عباس بیا ورزش ای عباس عباس ول کن اونو عباس ول کن چیه من یه بار اینجوری کردم آقا یه چیزی من الان بزن 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 سروجهش بعد دوباره اجازه بگیرم چه وضعی آخه عباس؟ اومد جا چند وقت این کار رو داری انجام میدی؟ من از امروز شروع کردم تأثیری هم از همین الان شروع کردم چون وقتیشو ندارم سلام علیکم تأثیری هم داشته؟ باید ببینیم میگم الان شروع کردم آقا اینجوری نمیتونی شروع بکنی ببین باید اگه بخوای یک کاری رو کسی انجام بده باید انگیزشی صحبت کنی ببین مثلا اینطوری من این کار انجام میدم چشو؟ من میتونم آقا یه سوال من نمیتونم نه واقعا این سخنانی انگیزشی ها رو دیدی؟ تو خوب میشه بعدش نه دیگه مثلا آقا من میتونم خفه کن تونستی ولی پاره شدی و این مدلی شد که اون کسی که قرار بود سخنرانی انگیزشی بکنه خودش انگیزش رو از دست داد یعنی اون ماجرای آتله و این ماجرای انگیزشی این سه شب اون سه شب همه دست به دست هم دادن که کلن آقا یه جوک بگم سلام سیانکس یه جوک باحال بگم من میتونم برم اونجا بگو آقای آبسه بله یه جوک بگم آقا یارو خرش میمیره خب رفیقا برای که مسخرش کنن لطفا من نشنیدم یارو خرش میمیره یارو خرش میمیره رفیقا برای که مسخرش کنن پاشم میرن خونش بهش تسلیت بگن طرف میگه ای وای من میدونستم خرم انقدر رفیق داره یه تالار میگرفتم چیکار باید بکنم؟ تموم شد؟ همین
آقای جمشیدی گاز بگیری الان. آقا گاز گرفت. نه نه الان بازم باش اینو نمیادی. نه الان گازم نمیاد. خدایی جوکش خیلی جدید بود. یهش میگم خیلی خوب بود. خیلی خوب. قورباغه یه دهنگشاد. آخ این خیلی باحاله. خیلی باحاله. یه قورباغه دهنگشاد میره پیش شیر. همون جون ببخشید قبل اینکه من شروع کنم تو برو آره موتیفو برو. میره پیش شیر میگه که آقا شیر چیکار داری میکنی؟ شیره میگه میخوام یه قورباغه دهنگشادو بخورم. قورباغه میگه بخور بخور بخور. موی چه خبی نمکن. آیا از کوتاهی موی خود رنج میبرید؟ آیا همسر شما از کوتاهی موی شما شکایت دارد؟ نگران نباشید. کلاه رحیمی مشکل شما را حل میکند. کلاه رحیمی؟ از وقتی کلاه رحیمی رو گرفتم، مشکل خواب موام هم حل شد. یه مدتی بود که با موام مشکل داشتم، حس بدی داشتم. ولی الان هم همسرم هم خودم عاشق موام هستیم. رحیمی، 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 همون یار قدیمی. رحیمی، 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 روی سر علی کریم. صبر کنید، صبر کنید. اگه همین الان کلاه رحیمی رو سفارش بدین، به جای مبلغ 45 میلیون تومان با 23,800% تخفیف این کلاه رو به قیمت 129 هزار تومان خریداری میکنید. صبر کنید. اگه همین الان 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 سفارش بدین با مبلغ 129 هزار تومان به جای یک کلاه رحیمی دو کلاه رحیمی رو صاحب میشید. کلاه رحیمی مو ارزشمندترین دارایی یک مرد. کلاه رحیمی من خودم به نظرم خیلی بامزه بود. یعنی یه بیننده منصف اگر ببینه میگه آفرین، آفرین وحید آقا پور، چقدر جالب بود این کلاه رحیمی. آخ آخ با 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 من چه کمکاری نکرده باشم، بیا باید. اگه اجازه نگیم، ربطی نداریم. گفتیم نه که. دروغ گفتم. آها. بچه افمون. خوبه. نوچه اگر. آبه من چه مگه؟ بنام. ببخشید. این دیگه چه مدله؟ کدوم؟ داشتم به آستانه خنده میرسیدم گفتم کنترل. آها عباس شدی؟ آه اینجوری. بچا اینو دیگه بزنیم. عباس 20 دقیقه است و آستانه است کلا. اون چیه؟ استاد پرده پرریخته. ایشون بر سر گرونیه چند وقت تمام پرای بدنش ریخته. بعد به من چون از دوستان هستم من مراجعه کردن گفتن که تعداد دونه هایی که ریخته از پرا رو بشماریم که مقدار هر سفارش بدیم که براشون بکار روی بدنش. این یعنی چیزی دیده ترسیده کلکوپرش شده؟ اثر گرونی این چند وقت. آقا یه دونه از این گیره ها بدم بهت بزنیم. اجازه بدم. آره؟ سی سنی رو بنده. استاد. اینو. مورد. پی. حالا میشه خندی؟ سلام بله الان میشه خانده الان میشه خانده عباس یه خانده تو بچه خانده عباس تو خندیدی خندی؟ آره من دارم میمیرم من دارم میمیرم بابا این دیبون هم کرد اون چه اصلا خدا من هم نمیدونم نمیدونم چه خندید سیامک الان میتونیم بخندیم یا نه؟ آره بابا الان بخندیم الان رو آب بخندیم من بفهم مگم تازه نگه داشته بود دیگه
جواب نداد. مگه داری مثلا؟ گیرپا میخواد. گیرپا بیار بذار رو دهنه. وای وای. بقیلش هم قشنگه. نمیشه منو ببخشی؟ چرا؟ او خورد وسط دماغه. نمیشه ببخشی نه؟ به افتخاره. به افتخاره. دیگه همونی که ازش میترسیدم دیگه، یعنی هومن باعث شد که من کارت زرد بگیرم و تک کارته بشم دیگه تو کار، چون میدونستم هومن این بلا رو سرم در میاره بالاخره. تماشای فیلم و سریال های بروز ایرانی و همراه زیرنویس انگلیسی و عربی، همین حالا وارد سایت تلویکا شوید و 7 روز تست کاملا رایگان دریافت کنید. پرداخت راحت و آسان از طریق مسترکارت و ویزا کارت. تلویکا. من باورم نمیشه عباس خندیده باشه. چرا؟ بابا من ببین خنده ای من از میدونی از کجا عاشق اینم که عباس گرفته بود اول شروع شد. ببین از استارت خنده ای من از هومن شروع شد. یعنی هومن گفت ببین من دیگه رفتم. خب واقعا فکر نمی‌کردم جواب بده، ولی خب تونستم عباس جمشیدی فر رو یه کارت زرد بهش بدم دیگه. شرمنده عباسشون دیگه، برنامه هست، مسابقه هست. یه چیزی رو انتخاب کرده برای خندوندن بقیه که خودشو بیشتر از همه میخنده. میزن اینجوری کن. خب یه چیز دیگر رو انتخاب کن. چاره‌ای نداشت. آره؟ یعنی ببین شروع کرد به نرمش کردن، من برگشتم. ببین دارم میمیرم این برا. دارم میمیرم این برا. برای چه نقشه این میشینی؟ نه دارم میگم که کجا داشتیم من میخندیدیم. اول این کارت زرد و عباس جمشیدی گرفت. بریم ببینیم دوم چی. خدا پوشم. ماه شهیره چه خوب کف کرد. به نظرم باید همین کنم. آقا اینا رو هم میسازه؟ موز و شیرینی و چای. من موز و شیرینی نخوردم. اینجا اومده خودش. نه. انرژی. او تایم جوکر. به به. یا اینجا به بعد من میتونم بخندم، شما نمیتونید. سریع بشینید اینجا کار. خم ببینید. بفرم. همینجا باید بشینی؟ همینجا بشینی؟ بله. نه نه، همینجا باید روبروی من. چه؟ آدم جدی هم شد، هم شدی. اه. من وقتی ورزش هم چیکار کنم؟ الان دیگه نمیتونم. تو جوکر تایم نمیتونم. الان جوکر تایمه، نمیتونی. قبل از اون میخوای یه میخوای دوری به سبب دکتر اما تو میدیا. این ممکنه تشنج کنه. خب الان ورزش رو بکن. خب آره الان ورزش من راحت میتونم بخندم بهت. جواب دکترم تو بدی الان نمیتونی. خب حالا بریم دوستان ایزه بدین من یه چیز خدمتتون عرض شم. من واقعا هیچ چیز خاصی نداشتم برای اجرای جوکر تایم. بله گفتم که خب ساز میزنم، یه ذره حالا ساختار شکنی کنیم، یه ذره میخوام غمگینم بزنم براتون. بله. ببخشید چون از بچه‌های برنامه‌ام واقعا عذرخواهی می‌کنم. غمگین بزنی ساختار شکنی نیست که. نه گفتم نه شاید. منظورش اینه که فکر کنم برنامه چون قرار شاد باشه و بخندیم. آره. من غمگین بزنم. ممنون که منظور. با اجازهت. بفهم. باریک چاله. خوب می‌زنه. بلده. آفرین. من باورم نمیشد بتون سنتور بزنه. وقتی سنتور زد که کف کردم. رفتی یا رفتن تو آتش نهاد بر دل. از کاروان چه ماند؟ جز آتشی به منزل. اوه
گل‌های داوودی تقدیم می‌کنم. آفرین. گل‌های داوودی؟ ویلون برق نور. تنبک تشکر. نه اون تشکر. این تشکر. و خواننده صفا. کوچش یه ذره خراب شده. عذرخواهی میکنم. ببخشید. نه عالی هستیم. نه 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 دارم انجامش میدم. عزیزه بده. خیلی. گلهای داوودی برنامه ویژه خود را اجرا میکنم. جناب آقای صفا. نمیتونم بخونم. این زده بود. شما بشین اون پایین. اون پایین. بشین. نمیدونم بچه که کنم. نه 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 بشین من بهتون میگم. چرا بهتون میگم دیگه. یک... بخو بچه که کنم. در گوشی تو جمع درست نیست. دیگه ببخش. شما اینو لحاظ کنم. بله بله. آره. اینو لطفا کامل بلند بگو چی گفتی بهش. نه واقعا بگوشون کنم. آقا بفهم. واقعا اینو بله. عباس. وای فقط و ما مجبوریم تمکین کنیم گفتی گه بله. تمکین چی ها یعنی گوش بدیم اینا چون میتونم اینجا داشت یعنی باید اطاعت کن فقط اینو تنظیم بکن آفرین خدا ازت نگذره عباس در 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 بخز نیش بزن خیلی خودم داشت خندم میگیرم عباس خاک مستره تو روید عباس خیا خندیدن تو خندیدن داوودی بی نزید تو هم خندیدی؟ گلهای داوودی یکی از جاهایی که به خودم مدال میدم نخندیدم همین گلهای داوودی بود گلهای داوودی؟ آخه این چه جوکر تایمیه تقدیم میکنم من اونجا سردرد گرفتم از بس جلوی خندمون گرفته بودم اومد جلوی صورت من در قالب مار خدا ازشون نگذره واقعا یه دفعه عباس بهش گفت نیشش بزن کارتی میخوام بدم یک کارت درجه یک نه آقا اومد وای 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 خدا سکته کردم خب تو که قشنگ دیگه بیهوشی ببینیم که عدالت رفتار کرده باشه ببینیم که خندی آیا
بهنام داره میمیره. من اینجا باز درنش میگم. عباس جان یه دونه طلبت، منتظر باش. برای اولین بار دو نفر با هم خندیدن تو این برنامه. به به، چه عالی. ببینیم بعدیو با هم درست با هم خندیدن. من یه صدای خنده اون برم شنیدم، فکر کنم من نباشم. من که داشتم نیش میزدم. اوه سپنده نگه داشته خودش نخنده. ببین دیگه نه خوشحال بود ندیدی. خوشحال بود ندیدی. نه ببین عالی بود. نمیدونستم خندیدم یا فشار بهم اومده. خدا رو شکر. یه حس جدیده، معلوم نیست چیه. من میخواستم عباس رو نگاه نکنم، به ایمان نگاه کردم، ایمان زبونش رو بود نیش زد، وحید خندید، منم خندیدم، چراغ روشن شد، من یه نفس راحتی کشیدم، گفتم که خب وحید خندید، من خندیدم. و برای اولین بار در جوکر دو نفر با هم خندیده بودن، من و وحید با هم خندیده بودن. عرض کنم خدمتتون، جشنواره لوازم خانگی تولیپس از 1 آذر تا 22 بهمن برگزار میشه. در طی این مدت اگر هر یک از لوازم خانگی تولیپس رو خریداری بفرمایید، در قرعه کشی یک دستگاه پژو 206، 50 سکه تمام بهار آزادی و 10 تلویزیون 50 اینچ شرکت داده میشید. خب بابا من امروز از ورزش انداختی. ای بابا کی انداختتش؟ همین جوکر تایم و اینا دیگه. میخوای من برات گردونم سر جا؟ آقا نمیذارین. بابا قرصشو بخور. بابا نداده قرصنو. من بهت دادم یه قرص شبیه ورزشه. نه نه نه. ببین میخوری میجنبی. دوستان یک زامبی وارد میشه، چالشی برای شما داره، هر کاری گفت باید اجرا کنید. متشکرم. وا اینو کم داشتیم که همینو فقط می‌خواستیم الان ورزش. لازم بشینید. میشه هومن دیگه ورزش نکنه؟ بچه‌ها سلام. 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 آقا سلام. کاش همه زامبیا انقدر خوشگل و تماشاگر باشن. عاشقتم. بچا بیاین. بخورید. بچا میخوام که همه بچسب، اشکال نداره. دمت گرم. در خدمت شما. مثلا من می‌خواستم خدمت شما. دمت گرم. واقعا دمت گرم. استاد کلکاپریانو بذار کنار، استراحت کن. اجازه بدید از خودشون بپرسن اگه اجازه دادن میذارم. حرکات کاملا یوگایی انجام میدین؟ بله. خب؟ بله. شما حواستون اون بر باشه، اصلا احتیاج نیست که به من نگاه کنید. ببخشید اجازه هست من استاد پردیخته رو بدم خدمت آقای جمشیدی؟ بله فقط بغل آقای جمشیدی میرن. بله بعد از اینکه یوگامون تموم شد آرش جون میخوای من نگارش کنم؟ نه نه آقای جمشیدی، نه آقای جمشیدی بذارش پایین، بذارش پایین، بذارش پایین. بچه ها اول یه سری کارهای یوگا انجام میدین، بعدش با این هولاهوپه کار داریم. شما هم لطفاً به هیچ چیزی غیر از جلو توجه نکنید. خیلی ممنون. اینو بذارین زیر پاتون. بله. اون انجام لطفاً شما هم خیلی ممنون. بریم، حاضری. بفهمی؟ همه با هم. Thank you.
نیست اصلا. حالا هلوپ رو بر میداریم و تا جایی که لازمه با آهنگ سعی میکنیم همراه بشیم. جان؟ یک، دو، سه. نشستن حالا بلند شدن این کار رو تکرار بکنم، اونایی که انجام دادن بشینم. متشکرم. پنج نفری؟ عالی. پس اون صندلی رو بدین آقا. علی لکبوریان که اومد با یه چالش گفت میام، یهو دیدم هلاهوپ آورد، دیدم من برای لاغر شدن استاد هلاهوپ هم انقدر تمرین کردم، گفتم من هرچی هلاهوپ میزنم. یک ساعت و نیم گذشت، ولی هنوز خیلی مونده. آنچه در قسمت بعد خواهید دید. عصب من دیگه خوب شده دیگه، به قرآن دیگه بستی دیگه آقا. نه اصلا داره تموم میشه. آرش خیلی شبیه خودت ها. زهر مار در عذاب هست. هله چرا؟ جمشیدی صورتشو داره اینجوری میگه. نکن آقا ببندم دیگه. آقا ببین تشکر. نخندیدم واقعا. تاکسی وای میشه. کنسرت. کنسرت به انتخاب خود تاکسیه دیگه. یکی خندید. حتما نبودم. صورت. آها. صورت. دفرمه. آقا نات اونجا دوستم من دارم برای خودم ماسک درست میکنم. همیشه میذاری؟ اغلب میذارم. بلش کن بلش کن. غلط کردم. یه مامانه. مامان خیلی سلام. ارس مامان آقا تشکر، دوست دارم. خندی من نبود. همه چرا به من نگاه میکنی؟ من نخندیدم. جامعه میشه منو نندازی بیرون؟ خودش بره. به خدا من نبودم. ببینیم اصلا نخو. چرا چشات رو من گیره؟ اگه چش تو چش بشیم با هم نفس گیره. من نگاه نمی کنم تو چشمای تو که شوخیه با خندمون نگیره. خاطرات مشترک داریم هزار، حتی یکیشونم اینجا یاد من نیار. این فقط یه بازیه که توش نخندیم، اما یه جا خنده دیگه میشه انفجار. من که پای همه عداهاتم
هم کشته یه دیوونه بازیاتم، نگو که عاشق خنده هامی که منم عاشق خنده هاتم. پس آدم باش با هم راه بیا نامرد این برا گهگاه بیا، زن نگه هابا داره خندم میگیره تو رو خدا کوتاه بیا، برو مرد دیوونم کردی تو لبم جال افتاد. آها تو بکن تو کفشای من گیر نده دیگه، قدمت رو تخم چشمای من سیته، اصلا در بیار جلو همه ادای من، جنبشم دارم قول میدم که در نیاد صدای من، من چرا نگاه میکنم زعفرون میریزم تو چای تو، بابا پاچید یک میگم برای بابای تو، آخه این چی پوشیده شلوار دامادیم برای تو، نچسب به من امتحانتم میدم جای تو، خجالت بکش من که پای همه عداهاتم، کشته یه دیوونه بازیاتم، نگو که عاشق خنده هامی که منم عاشق خنده هاتم. پس آدم باش با هم راه بیا، این برا گهگاه بیا، نکن بابا داره خندم میگیره تو رو خدا کوتاه بیا. خنده محدود به هیچ زبون و نژاد و مرزی نمیشه، وقتی میخندیم یعنی ما با هم دوستیم، ما به هم میخندیم تا شما با هم بخندیم.